انتظارا به پایان رسید. در خدمت دوست عزیز، شاعر مبارز ایرانی، جناب آقای محمد رضا عالی پیام هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای عالی پیام گرامی. درود بر شما و بینندگانتون و همچنین کادر پشت صحنه، گروه فنی، کارگردان، تصویربردار و همه عزیزان صدا بردار. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینی که جناب عالی پیام دعوت ما رو قبول کردید، به تلویزیون مهر ایران اومدید. تلویزیون مهر ایران همینطور که از نامش مشخص هست، افرادی در این تلویزیون محبت میکنن، تشریف میارن و ما دعوت میکنیم که مهر به ایران دارن، عاشق ایران هستن و شما هم با اشعاری که در حداقل در 10 سال گذشته که من دنبال کردم کاملا مشخص، مخصوصا یکی از شعرهای شما که هرچند یک مقدار حالا بوی نجات پرستانه به قول دوستان داره، ولی من عاشق این دو بیتی هستم: ای آنکه دیده دوخته ای به خلیج فارس، این لقمه با شکمبه تو سازگار نیست. حالا اجازه بدید بقیه شو من نگم، خودتون جواب عالی پیام بفهمید که تا جایی که من اطلاع پیدا کردم شما از ایران خارج شدید، الان در یکی از کشورهای اروپایی هستید، درسته بابا؟ بله، من این توضیح رو هم خدمت شما بدم که این دو بیتی که یک بیتش شما خوندید من هم از کتابم حذف کردم و هم از کلیپام حذف کردم. خب ببینید، در طول سالها انسانها به نتایج جدید میرسن، به ارزیابی‌های جدید میرسن و تمام شعرهایی که بوی نجات پرستی میداد رو من از کتاب ها حذف کردم. من کتاب اولم، چاپ اولش 260 صفحه بود، چاپ دومش شد 140 صفحه، یعنی تقریبا 120 صفحه شعرهام رو دور ریختم به خاطر نگرش جدیدی که نسبت به مسائل دارم و این خیلی طبیعیه. اگر یه آدم دو روزش مثل هم باشه وای به حالشه. من سال 99 از ایران خارج شدم، تقریبا میشه گفت 3 سال پیش، و الان 3 ساله که از مثل ماهی که از تنگش در آوردن لهله میزنم برای بازگشت به ایران، البته در زمانی که آزاد شده باشه. بله جناب عالی پیام، شما 3 ساله، من 37 ساله، با هم دیگه یک اختلاف 34 ساله داریم. من متأسفانه 34 ساله، 37 ساله کشور عزیزم، اون خاک و اون سرزمین و اون وطن و مام وطن رو ندیدم و تمام هم و تلاشم برای آزادی اون کشور هست. بله، همونطور که من چون میدونستم این شعر رو شما در یکی از مصاحباتتون هم قبلا، فکر کنم حدوداً یک سال هم قبلا فرموده بوده که بعضی از اشعارتون رو در کتاب‌های خودتون حذف کردید. چرا من این شعر خوندم؟ به خاطر اون نگرش جدیدی که شما به اوضاع احوال، به موقعیت فعلی جامعه ایرانی، جامعه فرهنگی، جامعه سیاسی ایران پیدا کردید. شما جز اون افرادی نیستید، و اجازه بدید روک و پوسکنده بگم، جز اون افرادی نیستید که برگه بگید من 40 سال قبل اینو گفتم همچنان بر اساس همون حرف ایستادم. بالاخره انسان در بین سالها تغییر میکنه، نگرشش فرق میکنه که شما فرمودید. بفهمید که جناب علی پیام، اجازه بدید چون برای اولین بار شما در تلویزیون مهر ایران هستید، من خواهم از شما صدا بکنم، یه بیوگرافی کوچولو از خودتون اگه ممکنه برای بینندگان ما بفرمایید ممنون میشم. حالا بیوگرافی من این که علی پیام هستم، با تخلص حالو، بچه تهران. تمام. بسیار عالی، بسیار کوتاه و مختصر و مفید. خب جناب علی پیام عزیز، ما همچنان در طول این چند سال گذشته، 2 دهه گذشته، خبرهای حاکی بر زندانی شدن شما، مشکلات شما با دستگاه حاکمه، مخصوصا در اشعار شما کاملا مشخص بود دورانی که در زندان بودید، چند بار شما دستگیر شدید و علت دستگیری شما فقط به خاطر اشعار شما بود یا شما مشکلات سیاسی از نظر فعالیت سیاسی دیگری هم داشتید؟ من غیر از شعر گفتن، خب به لحاظ کار سینما که من از سال 81 ممنوع کار شدم، گفتن دیگه شما اجازه فعالیت ندارید. البته سال 74 به من اعلام شد ممنوع کاری من، بعد تو سال 80 اجازه یک فیلم رو به من دادن، اون فیلمی که ساختم توقیف شد و دوباره ممنوع کار شدم تا لحظه‌ای که الان دارم با شما صحبت میکنم دیگه.
من به خاطر اشعارم بود که زندانی شدم و به خاطر خب موزگیری هام، ولی توی اون کیفرخواست هر چی دلشون خواست آورده بودن دیگه، توهین به مقام رهبری، توهین به امام خمینی، توهین به اسلام، نمیدونم اجتماع و تبانی، همین آجیلی که برای همه درست کردن جلو همه میگذارن دیگه. چه عرض کنم، 7 بار زندان من شدم. من ماجرای 7 بار زندانم رو در خاطرات زندان، کتاب خاطرات زندانم نوشتم که چاپ کردم، مابقیش رو ایشالله توی جلد 2 ایشالله هم دیگه توی زبون ما افتاده دیگه. امیدوارم که فرصتی باشه، عمری باشه، من مابقی خاطرات زندان ها رو در جلد 2 بنویسم. ولی این کتاب برای 7 بار زندان است که من تا سال 94 شدم. امیدوارم که در کتاب بعدیتون کتابی باشه در رابطه با آزادی صحبت بکنیم، در رابطه با مهر و محبت صحبت بکنیم و اعتلاع و کشورمون ایران. از دوستانی که روی لایف هستن، بهبه خانم دکتر آزاده نازنین، درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. جناب آقای مهاجر و دوستان دیگر ابراز لطف کردن به شما، جناب عالی پیام، جناب دریخ، جناب دستان، به هر حال خیلی خیلی سپاسگزارم از اینی که اجازه دادید ما به این صورت وارد منازل شما مهربانان بشیم. خب جناب عالی پیام عزیز، من اخیراً یکی 2 برنامه از شما دیدم، یکی در رابطه با حالا هجوم، حالا مهاجرت، حالا هر چی دوست دارن هموطنان روش بذارن، اومدن افغانی‌ها به داخل ایران. من دیدم شما برمی داشتید، نقطه نظر شما رو در این زمینه حتما جویا خواهم شد. مسئله بسیار مهمی که خب این روزها اتفاق افتاده، حمله تهاجم بگم گروه های تروریستی عرب به اسرائیل و خب جواب دندان شکنی که در عرض این 14-15 ساعت اسرائیل داده، اونجوری که در اخبار ما داریم میبینیم، هیچ فرقی بین این دو نیست. هم اونها با شقاوت تمام زدن، کشتن، نابود کردن، هم اینها دارن این کار میکنن. در ذات جفت اینا هیچ فرق، هر دو دارن میزنن و میکشن و جنایت در اصل هر دو طرف جنایت جنگی دارن میکنن. میخواستم اول در مورد این مسئله افغانستان نظر شما رو بدونم و بعد میریم دنبال سوالات بعدی. بله، هر شود که این مسئله مهاجرت افغانستانی ها به ایران خب چیزی جدیدی نیست. از سال 57-58 که کودتای مارکسیستی در افغانستان اتفاق افتاد و جنگ آغاز شد و گروه های جهادی دست به مبارزه با اون دولت های حاکم وقت زدن، از ترکی و ببرک و اینها کارمل، خب مهاجرت به ایران و پاکستان آغاز شد. الان چیز جدیدی نیست، فقط بعد از اومدن طالبان حجم این پناهجوها زیاد شده. اون چیزی که باعث نگرانی است بیدر و پیکر بودن این مهاجرت هاست و اینکه هیچ سامانه‌ای برای ثبت نام اینها نیست، شناسایی اینها نیست و خب بین اینها نفوذهای طالبان هست، نمیگم امکان داره باشه، حتما هست، و کسانی که میتونن مشکلات ایجاد بکنن. ولی این راه حلش به دست مردم نیست. این افغانستانی کشی که داره ترویج میشه و تبلیغ میشه، آزار و اذیت مهاجرین افغانی توسط بعضی از شهروندان ایرانی، این راه حلش نیست. راه حل ساماندهی این قضیه دست دولت بیکفایت جمهوری اسلامی است که طبق معمول همه مسائل و همه بحران ها در این کشور نه مدیریت داره، نه برنامه داره و نه میخواد که ساماندهی بکنه. دوستان عزیز من، بدونید چاره حل تمام این مشکلات سرنگونی رژیم آخوندی است. اینکه شما به همسایتون، به هم محلتون، تو کارگاهتون، به 4 تا افغانی حالا که اومده برای کار اومده، بیگناه، چون نمیدونی طالبانیه نیست، نمیدونم جزء ارتش فاطمیونه نیست، شما ما داریم تحریک میکنیم
مردم رو و ذهنها رو از مبارزه با رژیم، مقابله با رژیم میبریم به سمت مسائل فرعی و این غلطه. این چیزیست که رژیم دلش میخواد. اینها رو رژیم ایجاد میکنه، این مسائل رو، این کلیپ ها رو میسازه و پخش میکنه ارتش سایبریش که ذهن شما مردم رو از مبارزه با مشکل اصلی که آخوندها هستند و حاکمیت آخوندیست ببره به سمت مسائل فرعی. عزیزان من میدونم باید حساب و کتاب داشته باشه مثل همه جای دنیا، در همه جای دنیا پناهجو هست، ولی اینجوری بی حساب و کتاب نیست. این حساب و کتابش دست ما نیست. باید فشار بیاریم به دولت که آقا اینها رو ساماندهی بکنید، شناسایی بکنید، انگشت نگاری کنید، کارت برای اینها صادر کنید. اونهایی رو که صلاحیت دارن اجازه اسکان تو شهرها بدید، اونهایی رو که صلاحیت ندارن توی کمپ ها مستقر کنید، همونطور که همه کشورهای دیگه این کارو میکنن. و یه سری شهرستان ها هست که به خاطر حساسیت هاش لب مرز عراق بودن یا تنش‌زا بودن اصلا تو اونجاها نباید شما اجازه اسکان بدید. اون شهرهایی که مجازن و نیاز به نیروی کار دارن با حساب و کتاب، نه اینجور بی حساب و کتاب. از حق نباید بگذاریم. اکثر این همزبانان افغانی ما که از طرف افغانستان به ایران اومدن همه اکثرا فارسی زبان هستن و ریشتن ایرانی هستن. این نباید فراموش بکنیم. ما افغانستان یا هرات رو یا همون کشور آریانای تاریخی خودمون در زمان قاجار از دست دادیم، یعنی اون بخشی از ایران بوده. و خب اینا حالا اومدن به این طرف، ما همونطور که شما فرمودید باید یه مقدار با رأفت بیشتری ما با این مهاجرین افغانی روبرو بشیم، چرا که این بجز تنش، بجز نارامی در کشور هیچ امتیاز برای مردم ایران نداره. من نمیدونم چرا اخیراً ما در دنیای مجازی این چنین داریم میبینیم که به افغانی‌های مهاجر به ایران دارن حمله میکنن. من اینو واقعا متوجه نشدم دلیلش چی میتونه باشه. آیا فکر میکنم واقعا همه دلیلش، من دقیقاً به شما گفتم، پروپاگاندای رژیمه. دو نکته رو من بگم خدمت شما، خیلی مهمه. اولا طالبان یک جناح فکری نیست، عرض شود که نژادیست، یعنی پایگاهشون و خواستگاهشون نژادیست. خیلی از کسانی که در این گروه طالبان بودن ولی مثلا تاجیک بودن یا ازبک بودن، اینها رو از کار برکنار کردن، خیلی هاشون هم کشتن. و اینا خب طالب طالبه دیگه، چه فرقی میکنه؟ اینها فارسی ستیزن، اسم دانشگاه ها رو عوض کردن، اسم بسیاری از کتابخونه ها رو عوض کردن و دارن جمعیت فارسی زبان افغانستان رو از افغانستان کوچ میدن که در رأسشون هزارها هستن که شیعه هستن. بسیاری از مناطق اینا تخلیه شده. اصلا سیاست طالبان اینه که افغانستان رو از فارسی زبان ها تخلیه بکنه. این یکی. دوم، خواهش میکنم که افغانی نگید. ببینید افغانی واحد پول افغانستانه. یعنی شما افغانی میگه 5 افغانی، 10 افغانی، 1 دلار، چند افغانیه؟ اینها افغانستانی هستن. در افغانستان ما نژادهای مختلفی داریم. پشتونها هستن که بهشون میگن اوغان، اوغانها هستن، هزاره ها هستن، تاجیک ها هستن، ازبک ها هستن و غیره و غیره. خیلی از نژادهای مختلف داریم. افغانی ها یکی از نژادهای افغانستانن که حدود 35-40% هستن. به لحاظ قومی اکثریت دارن ولی در رابطه با جمعیت کل افغانستان اکثریت ندارن. بنابراین واژه افغانستانی بسیار بهتر. سپاسگزارم از اینکه توضیح دادید. در ضمن بانو مهاجر گرامی، مادر آقای رضا نازنین، جناب زهروبی هم تشریف دارن روی لایف، خیلی خیلی خوش آمدن، بهشون خوش آمدیم. همینطور که فهمیدید جناب علی پیام، واقعا دقیقا درسته، اینها افغانستانی هستن، از 5 ریگ متفاوت، 6 مدر متفاوت هستن که هزاره و هراتی و غیره. امیدواریم که، مخصوصا که 2 روز هست که داره این سرزمین میلرزه، تا جایی که من اطلاع دارم یا اخبار خبرگزاری های معتبر جهانی اعلام کردن، بیش از 2000 کشته داده و
بخشی از افغانستان کاملا با خاک یکسان شده. دولت طالبان درخواست کمک‌های بین‌المللی کرده. امیدوارم که دنیا به بشتابه و به این مردم جنگ زده که واقعا بیش از 4 دهه در جنگ هستند کمک بکنن. واقعا این ملت بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم تحت ستم تمام دنیا بودن. حالا فرقی نمیکنه از روسیه که در همونطور که شما فهمیدید در جنگ به در 1157 حمله کردن و جنگ های متفاوت داخلی خودشون. امیدواریم که اونجا هم هرچه زودتر از این اسلام زدگی نجات پیدا بکنه و به مسیر اصلی خودش بیفته. مسیری که حداقل من فکر میکنم که شما خاطر حضورتون باشه که در قبل از سال 57 یک کشور بسیار داشت به طرف واقعا ترقی پیش میرفت. من چون خودم بچه مشهد بودم، من رفته بودم و دیده بودم اون سرزمین چجوری داشت رشد میکرد. متاسفم که به این روز افتاده. امیدوارم که هرچه زودتر به مسیر اصلی خودش برگرده. خب جناب عالی پیام، بفهمید که در رابطه با حمله گروه های تروریستی در روز شنبه به اسرائیل نظرتون چی هست؟ ببینید، سالهای سالی که سیاست رژیم ایران، رژیم قاسم ایران شعار حمایت از فلسطین میده و میلیاردها دلار از سرمایه این مملکت صرف این گروه شده، این گروه ها شده، گروه های مختلفی که در اونجا هستن. خود فلسطینی ها این علاقه و عشقی که ما به اونها داریم رو به ما ندارن. در اون جنگ 6 روزه چند کشتی خون و همراه سایر چیزهای پزشکی و اینها که رفت براشون، خونها رو برگردوندن، گفتن ما خون ایرانی تو رگامون نمیزنیم. در جنگ با عراق که ما داشتیم تو این جنگ 8 ساله، من آمار ندارم ولی بسیاری اسیر فلسطینی ما داشتیم، اسیرایی که در کنار صدام داشتن با ما میجنگیدن. الان تو مناطقی از اونجاها مجسمه صدام رو تو میادینشون دارن، تو مغازه‌هاشون فلسطینی‌ها عکس صدام رو دارن. خب کلیپاش هست تو فضای مجازی، من بارها تو کانالم شیر کردم. خود فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها تو مسائل ورزشی مشکلی ندارن، مسابقه فوتبال برگزار میکنن، رو دوشک کشتی میرن. وقت ورزشکارای ما با اسرائیل و اسرائیلی ها حق ندارن که ورزش کنن. این رو بهش میگن کاسه داغتر از آش. ولی یک مسئلهی که تو این جنگ خصوصا مشخص شد، خوی وحشیگری و درند خویی این گروه های حماس بود. خیلی خیلی دلخراشه. اون بچه هایی رو که دارن تو سرشون میزنن، با چوب میزنن، بهش میگن یهودی یهودی. یا اون بچه هایی رو که کردن تو قفس، بعضی از این بچه ها دارن گریه میکنن تو قفس مرغ. اینها انسانیه؟ اون بچه 3-4-5 ساله چه گناهی کرده؟ چی میدونه از یهودی بودن یا مسلمون بودن یا خدای تو یا خدای خودش؟ اون بچه چه گناهی کرده؟ تصاویری که پخش شد، توی اتوبان راه رو بسته بودن و تمام ماشین‌های عبوری رو بسته بودن به رگبار، یعنی کشتار غیر نظامیان. این در همه جای دنیا محکومه. تو آدم‌های معمولی رو، یک پیرزن رو دستگیر کردی، داری می‌بری، این پیرزن اصلا نمی‌دونه موضوع چیه، داره همینجوری این ور اون ور نگاه می‌کنه، فکر می‌کنه دارن می‌برنش گردش. اون پیرزن چه گناهی کرده؟ اون چه نقشی داره در سیاست‌های نتانیاهو؟ یا اون زن‌هایی که کشتید، بعضی از اینها اصلا اسرائیلی نبودن، مسافر بودن در اونجا، جهانگرد بودن، کشتید، جنازه‌هاشون رو روی ماشین گردوندید. این زن‌هایی که دستگیر کردید، فیلم‌هاش رو ما دیدیم، در سمت باسنشون رو شلوارشون خون هست، معلوم تجاوز کردید به اینها.
همون کاری که پاسدارها در ایران با زندانی های ما میکنن. یکی هستید شما، شما همون هایید، اونا همینان، هیچ فرقی نمی کنید. سر بریدید، جنایت کردید. این جنگ نیست، این آزادی خواهی نیست، این آزاد کردن وطن نیست. این خوی درند خویی و وحشیگری شما رو نشون داد و مجوز بیش از پیش داد به اسرائیل که اون هم بیگناهان رو به خاک و خون بکشه. بمبارون کردن اردوگاه های غزه، فقط نظامی ها که نمی میرن، غیر نظامی ها می میرن. این جنگی که ببینید، توی جنگ میگن سربازهایی با هم می جنگن که همدیگر رو نمی شناسند و نمی دونن برای چی همدیگر رو دارن می کشن. همه اینها فرماندهانی دارن که می شناسند همدیگر رو و می دونن برای چی دارن با هم می جنگن. اون فرمانده ها تو جاهای امن نشستن. کیا دارن می جنگن؟ سربازا. کیا آسیب می بینن؟ مردم غیر نظامی. من چی بگم؟ جناب علی بهم، واقعا جنایات جنگی که میگن این چیزیست که در 48 ساعت گذشته واقعا در اسرائیل و اونجا اتفاق افتاده. صحنه ها رو حالا به خاطر اینکه واقعا وحشتناکه، وقتی میبینم که یه بچه که هنوز برای شناخت پدر و مادر و عمه و خاله هنوز وقت نداشته، اصلا خالش نمیشناسه، آخه خدای یهود نمیدونه کیه که شما اونجور میزنی تو سرش و توی قفس سگ کرده و با چوب میزنه بچه 3 ساله و 4 ساله رو. واقعا من نمیدونم اینها انسانند یا همینطور که شما فرمودید این اجازه رو داد به دولت اسرائیل که از دیشب تا الان بیش از 1280 بار بر فراز غزه حمله بکنه و بمباران بکنه. فیلم ها رو امروز تلویزیون آلمان نشون میداد چند نفر بی دست و پا رو زمین افتاده بودن، چجوری داشتن جنازه رو. خب همه اینا جنایت جنگیه، همون کاری که این مسلمونها با یهودی ها کردن، یهودی ها طور دیگری با مسلمونا دارن میکنن. هر دو طرف دارن جنایت جنگی میکنن، که البته خب این در ذات هر دوشون هست، در صورت اینها ذات اصلی خودشون رو نشون دادن. از زمان محمد همینجور بوده، از زمان موسی همینطوری بوده، الان هم دارن همین کارو میکنن. همونجوری که فهمیدید سر زنه رو گرفته بریده، فیلمش هست. آخه اون زن، شما میدونید 200 تا گردشگری که برای یک جشنواره رفته بودن اسرائیل، 200 تا گردشگر کشته شدن، که یک دختر آلمانی جزشون بوده که مادرش الان چند تا کلیپ گذاشته که جنازه دخترمو به من پس بدید. آقای شهبود وقتمون داره تموم میشه، معمولا مجری ها بیش از من حرف میزنن. خب من باید اول اطلاع بدم به دوستان عزیزمون، بینندگان گرامی، که آقای رضا زرابی دوست عزیز من، فعال سیاسی هم به ما پیوستن. جناب زرابی عرض ادب دارم خدمت شما. درود بر شما. درود میگم خدمتتون، امیدوارم خوب و سلامت باشید و ممنونم از اینکه من رو دعوت کردید و عرض ارادت هم به شما هم به آقای محمد رضا عالی پیام، که من ایشون رو استاد عالی پیام مینامم و ازش خیلی آموختم، ازش سپاسگزارم که درسای خیلی خوبی رو به من داده. قربان شما، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید. خب جناب عالی پیام عزیز، من یکی از دوستان اینجا یه چیزی برای من نوشته، اجازه بدید که براتون همچنان از درگیری شما با تظاهر کنندگان در لندن سوال کردم. نمیدونم دوست دارید در این مورد صحبت بکنید که اون کلیپاش پخش شد که به شما تعرض شده بود. این دوست عزیز میخوان از دهان خودتون بشنون که جریان چگونه بوده، هرچند من خودم خیلی دیدم روی دنیا مجازی، ولی دوست عزیزم میخواستم بدونم. والا در این رابطه من توضیح کافی زیاد دادم، بی انصافی هم خیلی شد در حق من. من تا 3 روز سکوت کامل کرده بودم، اصلا روم نمیشد راجع به این قضیه صحبت کنم. شما هست دیگه، پیج من هست، یوتیوب من هست، اینستاگرام من هست. پسرم زنگ زده بود گریه میکرد، این جوان رعنا، من چه بابا گریه میکنی؟ میگو بابا بعد از این همه سال یک عمری با این رژیم مبارزه کردی، زندان رفتی، کتک خوردی، شکنجه شدی، تا لب مرگ رفتی، الان رفتی اونجا که در امنیت باشه، اینجور آبرومون رفت. گفتم بابا برای چی آبرومون رفت؟ آبروی اونا رفت، آبروی ما نرفت، اتفاقی نیفتاده.
این همه جوانهای ما تو زندان داره بهشون تجاوز میشه. تو 88 این همه جوانها تجاوز شد تو کهریزک. الان به جوانهای ما داره تجاوز میشه تو زندانها و خارج زندانها. حالا اتفاقی نه، فرق کنم من تو زندان جمهوری اسلامی بودم، به دست حزب اللهیا تجاوز شدم، حالا اومدم اینجا به دست شاه اللهیا. فرقی نمی کنه بابا جان، قوی باش. این انگشت آقای شهبود فقط به من نرسید، یک بار این رو گفتم، این انگشت به این سامانه ای رسید که از اینها حمایت میکنن، به این فرقه رسید، با آقای رضا پهلوی رسید که سکوت کرد. من چی بگم، این همه هم صحبت. من تا 3 روز سکوت کامل بودم، بعد از 3 روز که دیدم آقایون هی تو این پیجاشون دارن افتخار میکنن، نمیدونم سوشا مکانی داداشم، نمیدونم محرمی دمش گرم فلان کرد، عکس گذاشتن، خبر گذاشتن، بعد 3 روز من مجبور شدم که بیام و توضیح بدم. و من که تا 3 روز سکوت کامل بودم، شما شلوغش کردید، شما این مسئله رو خبری کردید تو، من که چیزی نگفته بودم، من اصلا روم نمیشد حرفی بزنم. من در ذهن آقای عالی پیام عزیز، من فراموش کردم در بعد شروع برنامه به ملت ایران، همونطور که با هم دیگه تلفنی هم صحبت کردیم همون روز، به ملت ایران تبریک بگم به خانم نرگس محمدی به خاطر تمامی مبارزاتش، سختی‌هایی که کشیده. الحق و الانصاف، شاید تنها کسی که اینجا لایق همچین که بود فکر میکنم ایشون بود، تو واقعا مبارزات این تبریک داره. و من میخواستم اتفاقا در این زمینه از شما سوال بکنم، چون وقتی من شما با هم صحبت کردیم به هم دیگه تبریک گفتیم، ولی در دنیای مجازی وقتی نگاه میکنیم آقای علی پیام، واقعا شرم‌آوره که من شما رو حذف بکنم، شما منو حذف بکنید، دوتاییمون بریم آقای رضا زرابی رو، یعنی نمیدونم ما چرا اینجوری شدیم. چرا گرفتن این جایزه برای ایشون به جز افتخار، به اینکه ملت جون دنیا بفهمه که در ایران چه خبره، برای این با من شما چیز دیگری داشت؟ بله، من در این رابطه از 3 زاویه باید صحبت کنم. متاسفانه خودکارم رو نگوردم که یادداشت کنم، امیدوارم یادم نره به ذهنم بعد متکی بشم. ببینید، اولا یک پیروزی برای جنبش زن زندگی آزادی بود. آفرین. یک پیروزی برای مردم ایران بود. این یک پیروزی برای انقلاب مهسا بود یا انقلاب ژینا، فرقی نمیکنه. این رو شیرینی بود که بعد از اون همه تلخی و مرارت و زجر مردم ما چشیدن. و این از این جهت که دولت جمهوری اسلامی را عصبانی کرد ما بسیار خوشحالیم. یعنی وقتی که سخنگوی وزارت خارجه میاد میگه اینو بعد میدادید به قاسم سلیمانی و همه میخندند، برای ما شیرینه. آقای شهبود عزیزم، هر چیزی که رژیم رو عصبانی بکنه باید استقبال کرد، کاملا یه فرموله. و هر چیزی که رژیم رو خوشحال بکنه باید ازش اجتناب کرد، این فرموله. من این رو بارها گفتم عزیزان من، مطلبی که میخواید بنویسید، ببینید سایبری ها، ارتش سایبری، سپاهی ها از این مطلب خوششون میاد یا بعدشون میاد. اگه خوششون میاد ننویسید یا شیر نکنید، اگه بعدشون میاد بنویسید، شیر کنید. یکی از اونها این جایزه بود که به خانم نرگس محمدی داده شد به عنوان جایزه صلح نوبل. ولی من خطابم به این سیاستمدارهای دنیاست که میان تبریک میگن، خجالت نمیکشید شما آقایون اتحادیه اروپا؟ شما از این ور میشینید با جمهوری اسلامی لاس خشکه میزنید، از این ور میاد جایزه میدید به زندانی ما آقای مکرون، شما میای تبریک میگی؟ یه ضرب المثلی داریم میگه نه سرمو بشکن نه نخوچی کشمش تو جیبم بریز، نه بشینید با جمهوری اسلامی لاس بزنید منافعش. آقای بایدن، شما همین چند وقت پیش 6 میلیارد جمهوری اسلامی رو آزاد کردی، حالا میای تبریک میگی؟ جنبش زن زندگی آزادی رو تبریک میگی؟ تو نمیخواد تبریک بگی، تو اون پول به جمهوری اسلامی تزریق نکن، تو پشت پرده با جمهوری اسلامی زد و بند نکن، همه که میدونن چه خبریه دیگه،
بچه هم میفهمه که شما اون پشت دارید با هم میبندید، نمیخواد تبریک بگی، رابطتون رو با جمهوری اسلامی قطع کنید. چقدر این دوستان ما مثل آقای آخوندی و غیره و غیره یا وحید بهشتی عزیز سعی کردن سپاه رو ببرن تو لیست تروریستی. انگلستان داشت میبرد، آقای بایدن تو نذاشتی، تو با انگلستان گفتی نبر، نمیخواد تبریک به ما بگید. جایزه صلح نوبل هم نمیخوایم، سپاه رو ببرید تو لیست تروریستی، رابطتون رو با جمهوری اسلامی قطع کنید، سفارتخونه هاتون رو ببندید، سفارتخونه هاشون رو ببندید. این جایزه ماست، سر ما رو شیره نمالید. هرچند این جایزه بسیار شیرین بود و حس حسادت خیلی ها رو برانگیخت، این یک امتحان بزرگ بود برای اینکه ببینیم کیا ملی هن کیا میلی هن. جایزه رو چرا به من ندادن، دادن به اون، چرا به نمیم فلانی ندادن، کد تن اونه باید به اون میدادن. جایزه رو میدادن به کسی که تو زندانه 7 ساله، بچه هاشو ندیده و 37 سال 34 سال حبس براش بریدن، جایزه لایق اونه، نه اون کسی که اون برای آب توی کافه کابارا و سر میز قمارا ولو میلیاردی هم پول داره میگیره و انقلاب مردم رو داره به انحراف میبره. چه جایزه؟ به شما جایزه خیانت باید بدن. نمیدونم مطالب سیاسی داشتم یادم رفت. آقای علی پیام واقعا به نکات خیلی جالبی اشاره کردید، مخصوصا جایی که گفتید باید به اونی که به اونی میدادن جایزه رو که در اون ور دنیا خانم یه اتفاقا در دنیا مجازی نوشته بودن که باید اینو به یه وکیل دیگری میدادن که الان فعالیت داره میکنه، حالا اجازه بدید من نامش نگم حتما میدونید، گفتم منم نوشتم همون خانمی که تابلو دستش گرفت مرد بر سه مفسد ملا چپی مجاهد، بله ایشون هم وکیلن. آخه وکیلی که آقای علی پیام بیاد موکل خودشو حکم قتلشو بنویسه و دستش بگیره، چه موکلی؟ آخه چه جایزه باید به اون بدیم؟ جایزه صلح بدن به کسی که شعار مرگ میده، خیلی خنده داره، طنز از این بالاتر نمیشه. این واقعا خنده داره. مسئله اینی که حالا بفهمید آقای علی پیام چرا کلا ما گروه در ضمن رضا جان اجازه بدید من با آقای علی پیام چون وقت ندارم بعد جلسه دارن جای دیگری، اجازه بدید ما با ایشون برمر ادامه بدیم بعد ایشون که تشریف بردن با شما. من عجله ندارم اصلا، مثلا عجله ندارم اصلا وجود. آقای علی پیام عزیز بفهمید که اصلا ما چرا نمیتونیم، ما ملت 44 ساله داریم حکومت دینی رو تجربه میکنیم، جنایاتی که این حکومت دینی کردن شاید مغلها نکردن، علنا دارن دیگه جنایت میکنن، وسط میدانها دارن این کارها رو میکنن، چرا ما نمیتونیم دست تو دست هم بزنیم و یک کار مشترک در راستای منافع ملیمون چرا حرکت نمیکنیم؟ شهباد عزیز این مشکل در خارج از کشوره، در داخل کشور نیست، به خاطر اینکه کسانی که ادعا میکنن ملی هستن میلی هن. یعنی میگه اگر این دیگ برای من میجوشه خب بجوشه، اگه برای من نمیجوشه سر سگ توش بجوشه، اصلا نمیخوام انقلاب پیروز بشه، اصلا نمیخوام حکومت سرنگون بشه، به شرطی که من بیام سر کار، ما بیایم سر کار، پرچم دست ما باشه، کتنه ما باشه، حاضریم همکاری کنیم با بقیه. به خاطر اینه که این اتفاق نمیافته. ولی در داخل ایران چیه؟ میگه از کردستان تا تهران، از تهران تا زاهدان جان فدایی. شما یک شعار تجزیه طلبی بر از مردم ایران شنیدید تو این یک سال خورده ای؟ به هیچ عنوان. هاش و کلا. برای چی میان شعار میدین آی ایران داره تجزیه میشه؟ کدوم پالس و کدوم سیگنالو شما دریافت کردید که ایران داره تجزیه میشه؟ شما هستین تو کانالتون با تجزیه طلبا میشینید جلسه میذارید بحث میذارید. تو ایران کدوم تجزیه طلبی؟ مادر دایی دایی مهسا سر مزارش پارسال موقعی که دفن شد گفت ژینا دختر کردستان نیست، دختر ایرانه. یعنی چی؟ یعنی انقدر شعور و فهم و درک بالاست، این آدم ملیه، این آدم تفکر ملی داره. نه منی که
یه عکسی میکرم بالا نمیدونم. بله بگذاریم. من در یک همایشی دعوت بودم، میکروفون رو من دادن که من برم. خب نزدیک 2000 نفر ایستاده بودن. آقا من همین که میکروفون رو گرفتم عکس اومد بالا، کد تن کیه؟ کینگ پهلوی. کینگ پهلوی. آقا قربونتون برم، اون سارینا، اون ژینا، اون آرش، اونهایی که در ایران دارن کشته میشن، اونها اصلا نمیدونن کد داره طرف یا کاپشن داره. ببینید من به شما میگم کد تن کیه؟ کد تن علی خامنه ایه. تا وقتی این شعار رو میدید کد تن علی خامنه ایه. شما کد که هیچ چیزی، شلواری هم پاتون نیست، خیالتون راحت باشه. یه خود از این تفکر منم منم بیایید بیرون، به مردم بیاندیشید که نمیاندیشید. چرا؟ چون منافع شما در این نیست. آقای امیر عزیز، من این رو به شما بگم، واقعا به این نتیجه رسیدم اینها نمیخوان انقلاب پیروز شه، چون منافعشون تو حفظ همین وضع موجوده. بله. و صدا بند دارن با رژیم. آقا پالسا شما داریم میبینیم دیگه، خیلی آقا مشاورین دوروبر ایشون نگاه کنین، از دفتر تحکیم وحدت طرف بالا میشه میاد میشه مشاور ایشون، مشاور اول ایشون. اون یکی نمیدونم مجری زنده برنامه دهه فجره، اون میشه میاد اینجا پتیشن وکالت میزنه. آقا اینا رو ببینیم دیگه. اون فرخپور عزیز، چه فرخ نژاد، فرخ نژاد تا یه ماه پیش داشت فیلم بازی میکرد در نقش فرمانده سپاه، خودش مصاحبهش هست. ایشون میگه قسط آخرم رو گرفتم بعد اومدم آمریکا، سریالو قسمت آخر رو بازی کردم، چکم رو گرفتم اومدم. تو نمیتونستی قسمت آخر رو بازی نکنی و بیای؟ و چه لطمه ای میزدی به صدا و سیما؟ این میلیارها دلاری که خرج این سریال کردن رو بعد میریختن دور، چون تو نقش اول بودی، نمیتونستن همه رو یه کاریش بکنن. بعد تو همون مصاحبهش تقدیر میکنه از سپاه به خاطر سرکوب دراویش در گلستان هفتم، میگه بسیار خوب عمل کرد. آقا اینا رو نمیبینید شما؟ فقط کینگ رضا پهلوی گفتنشو میبینید؟ خب اینا رو هم بشنوید. آقا همین الان تو فضای مجازی هست، برید مصاحبه آقای فرخپور رو نگاه کنید، فرخ‌نژاد رو نگاه کنید. این ذهن من از اسم دوش نمیده، اسم بچه هم یادم میره. ببینید چی داره میگه ایشون، بعد خجالت بکشید از خودتون که میاد میگه عالی پیام سپاهی صادراتی. خجالت بکشید. یک اتوبوسی حدودا 8 ماه قبل مجانی را انداختن، گفتن هر کی سوار شد خب با ما به مقصد میرسه، هر کی نرسه به این اتوبوس خب خودش راهش باید پیاده بیاد، نرسه و از انقلاب مردم عقب میده. خود ایشون اولین کسی بود که از این اتوبوس مجانی پیاده شد، حالا موتور سوزوند، حالا لاستیک ترکون، حالا هر چی بود ایشون پیاده شد. آخه به اولی پیچی که رسید پرید پایین، اتوبوس رو فرستاد تایی دره. و واقعیت هم همینه، واقعیت همینه. حالا من اصلا کاری ندارم اتوبوس رو فرستاد تایی دره، منفجر کرد، داغون کرد، هر کاری کرد. آیا این دوست نازنین بنده و شما در عرض این مدت تونست با یک دونه ماشین دیگری با همفکران خودش راه بندازه؟ آقا 20% اینا 20 گروه هن، یعنی خود اینها هم با همدیگه نمیتونن جمع بشن. همین آقای زرابی عزیز که اینجاست، ایشون مگه مشروطه خواه نیست؟ ایشون مگه طرفدار رژیم پهلوی نیست؟ ایشون مگه به افتخار نمیکنه به اون رژیم؟ ایشون رو برای 40 نفر میزید سرش کتکش میزنید؟ چرا؟ چون چیزی که شما میخواید رو نمیگه، یه جور دیگه دوست داره سامانه پادشاهی رو. اینو دیگه برای چی میزنید؟ با عالی پیام میریزید سرش 20 نفر میخواید موبایلشو بگیرید، کلاشو میپرونید، تعرض میکنید. این که رفیق خودتونه و امثال ایشون بسیارن، به اونا چرا میرید فحش میدید؟ نمیتونم، هیچ کسا نمیتونم تحمل کنن. و خوشبختانه مردم ایران حواسشون جمعه، من در جریانم، میخندن به این قضایا. حالا مسئله اینجاست آقای عالی پیام عزیز،
در ایران با اون جب اختناقی که وجود داره، من فکر نمی کنم که بشه یک شورای رهبری یا فردی به عنوان رهبر بشه پیدا بشه برای مبارزه با نظام. در اینه که در ایران همه فرهیخته تر هستن، فرزانگان زیادی داریم، مبارزان واقعا جان بر کفی داریم، شکی نیست، داریم میبینیم در این چند سال گذشته. اما آیا شما امید به این دارید که در ایران هسته‌ای تشکیل بشه برای رهبری این قوم برای نجات ایران؟ شهباد عزیزم، اینو به شما میگم و به همه هممیهنان عزیزمون، به فرد نیندیشید. یک فرد میتونه انقلاب رو به انحراف ببره. یک فرد اگر بولد بشه به عنوان رهبر، اینو وقتی بزنن بکشن ترور کنن و تموم میشه. این فرد اگه فردا انقلاب پیروز شد، هنوز میخواد سوار قضیه باشه، میگه من آوردم شما رو اینجا، من رئیسم، من حاکمم، من شاهم، من رئیس جمهورم، هرچی. اصلا به فرد نباید اندیشید. در ایران خرد جمعی حاکمه و این نهادی که شما دارید میگید مدت هاست که در ایران تشکیل شده. یعنی بچه ها همبستن، با هم مرتبطن و دارن جریانات رو رهبری میکنن. هیچ اسمی هم از هیچ کس نیست. بعد از سرنگونی آخوندها مشخص میشه که این نهاد کیا بودن. واقعا قبول دارم که مردم ایران، جوانهای ایران خودشون میدونن دارن چیکار میکنن. حداقل در این یک سال گذشته همونطور که شما فرمودید ما شاهد بودیم. هیچ شعاری به نفع هیچ گروه و دسته‌ای گفته نشد، بلکه در راستای همون از کردستان تا بلوچستان ایران منت و واقعا این چنین بود. ما این شعاری جز این ندیدیم. بله، در سال اگه اشتباه نکنم در سال 94 بود و 96 که خب درست با پیدا شدن جنازه مومیایی شده رضا شاه بزرگ، مردم اومدن و اون شعار روحت شاه رضا شاه رو دادن. تا همین قبل از انقلاب مهسا یا ژینا هم کما بیش گفته میشد که این خودش همونطور که شما فرمودید یه ضربه بود به جمهوری اسلامی، اونایی عصبانی میکرد این شعار، برای اینکه لج جمهوری رو، برای اینکه لج آخونده رو در بیارن میگفتن. بله، من همین عرض کردم. ولی الان مردم از این گذر کردن. مردم ایران به مراتب بهتر از من و شما داخل رو میشناسن و میتونن رصد بکنن. ولی متاسفانه در خارج خوردن کافی با فلان سناتور شده مبارزه سیاسی، شده اقدامات، شده رفتن نمیدونن پای دیوار ندبه و خم و راست شدن. آخه قربونتون برم آقای عالی پیام، ما در چه زمانی داریم؟ ایشون بلند میشن میرن در اسرائیل جلو دیوار ندبه. اتفاقا این سوالی بود که میخواستم از شما بکنم، نظرتون در این مورد و این سفر ایشون اونجا چی بود؟ من نمیدونم. از مشروطه خواها که میگه شاه ایران باید شیعه اثناعشری باشه و در ترویج این مذهب بکوشه، و اصل دوم که میگه اون آخونده باید در کنار ایشون باشن و ایشون رو در جهت ترویج مذهب شیعه حمایت کنن، و اون سوگندی که پادشاه باید بخوره که من حافظ و پاسدار مذهب اثناعشری شیعه باشم، از اونها باید پرسید که شاه مذهب اثناعشری شیعه کلاهی که باد میذاره سرش و میره پای دیوار ندبه. اینو ولش کن، اینو بذار من بگم. ببینید، سر همین قضیه جایزه صلح نوبل، خب ما بعضیا امتحان بدی پس دادن. یه سری عکس اومده بیرون، عکس مثلا خانم نرگس محمدی پلوی خانم فائزه هاشمی، خانم نرگس محمدی زیر تابوت مثلا دکتر ملکی رو گرفته داره میگه لا اله الا الله. عزیزان، اول همونجور که اول این مصاحبه گفتم، آدما رشد میکنن، ترقی میکنن. ممکنه یک زمان توی جریان اصلاحات بوده، اتفاقا لازم بود اون جریان اصلاح طلبی که 20 سال دیگه مثل الان که میگن آقا میشد رژیم شاه رو اصلاح کرد چرا انقلاب کردیم، نگن میشد رژیم آخوندها رو اصلاح کرد چرا انقلاب کردیم، بگیم آقا اصلاح طلبی هم کردیم و نشد.
خب حالا خانم چیزی عکس داره با اون، چی رو میخوای ثابت کنی؟ میخوای چی بگی؟ میخوای بگی که این زیربلیت خانم فائزه هاشمیه؟ آ یعنی چی عکس؟ این جای غیر حسادت و تخریب هیچی نی. آقا منم با آقای خزعلی عکس دارم، این چی رو میخوای ثابت کنی؟ رفته بودیم خونه خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، خیلی ها اونجا بودن، خیلی ها میادن. اومدیم بیرون، آقای نوریزاد گفت آقای علی پیام افتخار بدیم عکس بگیریم. گفتم استاد افتخار ماست، عکس میگیریم. اون یکی اومد مادر سعید زینالی، عکس گرفتیم. اون یکی اومد عکس گرفتیم. آقای خزگیم و آقای علی پیام یه عکس هم با ما بگیریم. گفتم بفرمایید بگیریم. ای میگفتم نه، بی ادبی نبود. الان شما توی مجلسی باشی مثلا، اتفاق افتاد دیگه، چند وقت پیش ما رفتیم اینجا تئاتر، آقای بهنود بلند شد سلام علیکم، دست دراز کرد، منم دست دادم، رد شدم رفتم اون تنه نشستم. حالا اون لحظه دست دادن یکی عکس میگیره، علی پیام با مسعود بهنود دست داده. این چی رو میخوای ثابت کنی؟ این کارا یعنی چی؟ خیلی بچگان است، خیلی بچگان است که تو از حسادتت میای مثلا نرگس محمدی رو میبری زیر سوال که این اصلاح طلب بوده، این شوهرش فلان گفته. اما شوهرش چه ربطی به این داره؟ این مگه گفته؟ آقا این دو تا زن و شوهر اصلا با هم اختلاف دارن، اصلا سر حجاب خانم چیزش مشکل دارن. آقا اینا رو من بعد بگم؟ آقا شما چه ربطی داره؟ آقای تقی رحمانی یه شخصیت دیگه است، نرگس محمدی یه شخصیت دیگه است. چرا به اونجا کار نداری که نرگس محمدی قبل از رفتن به زندانش چند سال پیش گفت ما 100 سال ملت ایران برای آزادی و دموکراسی داره مبارزه میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی 100 سال ما توی این مملکت نه آزادی داریم نه دموکراسی. آقا اگه مطلب دیگه هست این صحبت‌های بسیار، این برنامه اول ما برنامه آشنایی بود. اگر اجازه بدید ما یه برنامه دیگه با شما داشته باشیم. اتفاقا خیلی شما به نکات جالبی اشاره کردید که من در این 3-4 هفته اخیر گذشته بهش خیلی 2-3 برنامه در این زمینه داشتم. اپوزیسیون فیک، اپوزیسیونی که بیشتر باعث شده این نظام بمونه تا اینکه ما بخوایم ضربه به این نظام بزنیم برای رفتن این یا برای انقلاب ایرانی. حتما در این زمینه با هم دیگه اگر اجازه بدید برنامه دیگری داشته باشیم. حالا روزشو شما بفرمایید، چه روز اگر دوست داشته باشید. بله، با هم هماهنگ میکنیم. من خیلی متاسفم که الان برنامه دیگه دارم با دوستان داخل، ما جلسه کنفرانس داریم و نمیتونم با رضا زرابی عزیز با هم گفتگو داشته باشیم. آقای شهبود عزیزم، بسیاری از این اپوزیسیون ما 3 مشخصه دارن: مغزهای کوچک، دستهای دراز و دهانهای گشاد. این 3 تا رو اگر نداشته باشن مشکل حل میشه. من میخوام از شما استدعا بکنم در انتهای که تشریف میبرید اگر شعری در باب این ایام، این روزها دارید، لطف کنید اینو تقدیم کنید به بینندگان، بعد من با رضا جان ادامه بدم. من یه شعری دارم به نام غربت لندن که این ضبط هم شده، در حال تدوین، چون یک کسایی که تو اون مجلس بودن گفتن صورت ما رو به اصطلاح محو کن و اینا، ما مشکل داریم نمیخوایم باشه. گفتیم باشه، حالا این شعر به زودی میاد بیرون. یک بیت شروعشو شروع یا انتهاشو. سالها در وطن به سر بردم، خوشی و ناخوشی قر و قاطی. سالها در وطن به سر بردم، اگر میگفتید آماده میکردم، متاسفانه ذهنم یاری نمیکنه. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای علی محمد رضا علی پیام عزیز، شاعر گرامی، مبارز سیاسی، مردی که تمام لحظات رو برای ایران و ایرانی میخواد. میدونیم که بسیار زحمت کشیده، بسیار زندان دیده، ناجوان مردی ها دیده. امیدواریم که ما قدر این افراد، این دوستان، این مبارزان رو بدونیم، چه ایشون، چه خانم نرگس محمدی، چه بقیه عزیزانی که در عرض این 44 سال گذشته باعث
واقعا گرفتاریشون شده، در راه ایران مبارزه کردن، براتون همچنان آرزوی توانی بیشتر میکنم، امیدوارم در این موفق باشید. بینندگان عزیز عرض کنم که ما در هفته آینده باز هم در خدمت جناب آقای عالی پیام خواهیم بود. برای شما بهترین ها رو آرزو دارم، تا برنامه دیگر شما رو به خدا میسپارم. در خدمت آقای زرابی گرامی هستیم. بدرود جناب عالی پیام. سپاسگزارم. ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت می‌کنید.